ورق تاریخ افغانستان در محدوده 40 سال سلطنت ظاهرشاه. ورق هایی که کمتر از واجه های خونریزی و خشونت استفاده شده. کمیاب در تاریخ پرخشونت افغانستان. تاریخ 40 ساله سلطنت ظاهرشاه با آرامش و امنیت شهرت دارد. اما در این 40 سال فقر شدید مردم افغانستان را در تنگنا قرار داد. ظاهرشاه در سال 1914 میلادی در کابل به دنیا آمد و در فرانسه تحصیل کرد. او در سن 19 سالگی بعد از قتل پدرش نادرشاه به دست عبدالخالق هزاره به قدرت رسید. ظاهرشاه در آن زمان جوانی بی تجربه بود. به همین خاطر اداره مملکت به دست کاکاهایش قرار داشت. روایت شده که ظاهرشاه در 13 سال اول سلطنتش مشغول خوشگذرانی و سیاحت بود. به کارهای مملکت هاشم خان کاکایش رسیدگی میکرد. ظاهرشاه در 20 سال دوم سلطنتش بیشتر در کارهای مملکت دخیل شد. او در این سالها تصمیم گرفت اعضای خانواده سلطنتی را از قدرت کنار بزند. برای توجیه این کارش قانون اساسی جدید افغانستان را اعلام کرد. سرانجام کنار زدن خاندان سلطنتی از قدرت برای شاه نرمخوی افغانستان گران تمام شد. در خدمت وطنم همیشه در جستجوی هدفی بودم که برای مردم افغانستان، مخصوصا طبقات محروم و نسل جوان مملکت. داود خان پسر کاکایش که خودش را از قدرت تجرید شده می دید، دو روز زمانی که شاه برای درمان چشمش در ایتالیا به سر می برد، دست به کودتای سفید زد و نظام جمهوری را جاگزین نظام پادشاهی افغانستان کرد. بالاخره پس از کودتای سال 1973 محمد ظاهرشاه از سلطنت کناره گرفت و به تبعید رفت و 29 سال را در خارج از افغانستان و عمدتا در ایتالیا زندگی کرد. شاه سابق افغانستان به دنبال سقوط دولت طالبان در سال 2001 میلادی برای تشکیل دولت پسا طالبان در کنفرانس تاریخی بن نماینده فرستاد تا در نظام سازی کشور جنگ زده سهیم شود. به دنبال تشکیل دولت حامد کرزی، ظاهرشاه در سال 2002 میلادی به افغانستان بازگشت و در قانون اساسی افغانستان لقب بابای ملت به او داده شد. بالاخره ظاهرشاه در 23 جولای سال 2007 میلادی در کابل درگذشت و در تپه مرنجان دفن شد. تاج‌الدین سروش، لندن.